خبرها حکایت از موج جدید ورود مسلمانان روهینگیا به بنگلادش دارد در حالی که بنگلادش خود درگیر مشکلات سیاسی است به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید به گزارش منابع محلی طی سه ماه گذشته حدود 20 هزار پناهجوی روهینگیایی از ایالت راخین میانمار به بنگلادش وارد شدند این آوارگی ها به دلیل تشدید خشونت ها و وخامت شرایط زندگی در ایالت راخین صورت گرفته است. بسیاری از این پناهجویان به جای اقامت در اردوگاه های تحت نظر سازمان ملل خانه را در خارج از این اردوگاه ها اجاره کردند. این موج جدید آوارگی پناهجویان در حالی به وقوع پیوسته است که بنگلادش درگیر بحران سیاسی شده و خشونتها در راخین به ویژه در مرزهای جنوب شرقی این کشور افزایش یافته است. ارتش آراکان نیز نبردی شدید برای کنترل این ایالت از دولت نظامی میانمار به راه انداخته و شرایط بسیار وخیمی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است. یکی از پناهجویانی که هفته گذشته از منطقه مانگداو در راخین فرار کرده از وضعیت ناگوار مردم منطقه خبر داد و گفت هیچ غذا، پناهگاه و درمانی برای بیماران وجود ندارد و حملات پهبادی به ویژه علیه افرادی که در تلاش برای فرار به مرزها هستند انجام می شود. او در ادامه افزود که در طول مسیر بسیاری از اجساد پناهجویانی که در حین فرار کشته شده اند را دیده است یکی از رهبران جامعه روهینگیایی هم در این زمینه گفت طی سه ماه گذشته حداقل 20 هزار نفر از مرز گذشته و وارد بنگلادش شدند با این حال یکی از مقامات بنگلادشی اعلام کرده که این تعداد حدود 16 هزار نفر است مقامات محلی در تکناف یکی از شهرهای مرزی بنگلادش تأکید کردند که پناهجویان روهینگیایی هر روز از مرز عبور می کنند. یکی از مسئولان محلی اعلام کرد که علا رقم تلاش های نیروهای گارد مرزی بنگلادش و گارد ساحلی برخی از روهینگیایی ها شبانه وارد شهرها شده و خانه اجاره می کنند. برخلاف موج پناهجویانی که در سال 2017 بیشتر از طبقات کم درآمد بودند، بسیاری از این پناهجویان جدید از خانواده های مرفه تر منطقه مانگداو هستند. برخی از آنها برای ورود به بنگلادش به واسطه ها مبالغ هنگفتی پرداخته و خانه هایی در شهرهای اصلی تکناف اجاره کردند. کارشناسان مهاجرت تاکید کردند که هرچند برخی از پناهجویان جدید از نظر مالی وضعیت بهتری دارند اما آنها همچنان برای حفظ جان خود مجبور به فرار از میانمار شدند و نباید با آنها به عنوان مجرمان رفتار شود این پناهجویان باید از حمایتهای قانونی و امنیتی برخوردار باشند به ویژه آنهایی که خارج از اردوگاه های پناهجویان زندگی می کنند و در معرض خطرات بیشتری قرار دارند سازمان های حقوق بشری نیز بر لزوم انتقال این افراد به اردوگاه ها از منظر بشر دوستانه تأکید کردند